مردم استان سیستان و بلوچستان 4 دهه خواهان محقق شدن مطالباتشان از حکومت هستند. اما این فریاد انگار گم شده و گوش حکومت هم این فریاد را نمیشنوه. گام عملی نبوده و نیست، اما وعده ها بسیار میدهند. پزشکیان هم همچون رئیسی وعده های زیادی میدهد، از جمله حقوق شهروندی و پاسخ به مطالبات مردم. سوالی که هست، آیا مردم این استان با این حکومت و این دولت پاسخ مطالباتشان را خواهند گرفت یا همچنان فریادشان شنیده نخواهد شد و وعده سراب دریافت میکنند؟ در همین رابطه این موضوع را میخواهیم با طاهر سلجوقی مورد بررسی قرار بدهیم. با سلام به شما و تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتی که مطالبات و خواسته های مردم استان سیستان و بلوچستان را مورد بررسی قرار دهیم. منم سلام میکنم خدمت شما و خدمت هممیهنان عزیز و به خصوص سلام ها و درود های انقلابی به مردم دلیر استان سیستان و بلوچستان دارم. درود بر شما. آقای سلجوقی، میدونم که شما وضعیت بلوچستان را دنبال میکنید و در جریان اخبار و تحولاتش هم هستید. سوالم اینه که آیا مردم بلوچستان تا به حال از مطالباتی که داشتند پاسخ گرفتند یا نه؟ بله، ببینید، در رابطه با سوالتون اول وضعیت رو یه توضیح بدم. در رابطه با مردم این استان، به هر حال تو گوشه ای از این سرزمین پهناوری به نام ایران، خب مردمی هستن رنج دیده، ستم دیده، که دارن زندگی میکنن، که فریادشون تو میان غبار محرومیت و ناکامی واقعا گم شده، همونطور که خود شما هم اشاره کردیم. بلوچستان به دلیل سرشاری از معادن و سرمایه های ملی معروف به نگین کویر ایران و از مواهب طبیعی بیشماری هم برخورداره، اما مردمانش تو چنگال فقر، بی‌عدالتی و کمبود امکانات اولیه واقعا گرفتارن. آبی که حیات بخشه در بسیاری از نقاط این استان نایابه و یا غیر قابل شربه. برقی که روشنایی بخش زندگیشونه تو خانوهاشون مثل غریبیه که گاه و بیگاه پیدا میشه و تاریکی رو البته نصیب مردم میکنه. یا جاده هایی که شریان های حیاتی توسعه تو یک کشور هستن، تو این منطقه، تو منطقه سیستان و بلوچستان، از بیتوجهی حکومت خامنه‌ای به جاده های مرگ تبدیل شده. خوشسالی مثل اژدهایی بیرم کام و دهان این سرزمین رو خوش کرده و کشاورزی ستون فقرات اقتصاد مردم این منطقه رو به زانو در آورده. از طرفی هم گرمای طاقت فرسا تابستانهای استان سیستان و بلوچستان رو به جهنمی سوزان تبدیل کرده و نفس مردم رو به شمار انداخته. هر چی بگیم کمه. بیکاری مثل غول بیرحم بر سر جوانای این دیار سایه انداخته. امید تو دلشون به خاک و خون کشیده، مجبورشون کرده به شغلهای پرخطر مثل سوخبری پناه بیارن. هزاران نفر از مردم از داشتن شناسنامه محرومن، هویت ندارن و این محرومیت خب طبیعیه که طعم تلخ تبعیض رو به کامشون میریزه. زیر ساختهای ضعیف، آموزش و بهداشت آینده نسل‌های بعدی رو تو حالی از ابهام فرو برده و حق مسلمشون رو برای دسترسی به دانش و سلامتی واقعا پایمال کرده. خب این استان با این وضعیت طبعا برای نجات و رهایی خب مطالبات زیادی داره. وضعیت اینه که توضیح دادم، هیچ کدومشون هم برآورده نشده. تنها بویی که از این منطقه اسم میشه بوی مرگ و نیستی است که حکومت خامنه‌ای نصیب این مردم کرده. خب این زندگی مردم این استانه که بر اساس واقعیت‌های موجود به طور خلاصه گفتم و اینکه واقعا مطالبات مردم بسیار زیاده و در حالی که هیچ چشم‌اندازی برای حلش وجود نداره. بله، درود بر شما، این وضعیت رو توضیح دادی. سوالم اینه که پزشکیان که از صندوق انتخابات نمایشی بیرون اومده وعده و شعار تحقق حقوق شهروندی را میده، به نظر شما این وعده محقق میشه؟
خب جواب خیلی روشنه. اونی که دولت جوان حزب اللهی خامنه‌ای بود مگه به وعده‌اش عمل کرد؟ مگه پاسخی داد به وعده‌اش؟ از نظر من خیر. اینا وعده ویدای این که تلاش میکنن مطالبات مردم رو مطرح بکنن، ولی هرگز مطالبات مردم با این حکومت محقق نخواهد شد. اول اجازه بدیم حقوق شهروندی که در اساس برخواسته از مطالبات مردمه بگم چیه، اصلا تعریفش چیه، اصلا خود پزشکان میدونه حقوق شهروندی چیه که وعده میده. خب بعدش بپردازیم به این که آیا این حکومت توان حلش رو داره یا نه. ببینیم یکی از اصول کلیدی حقوق شهروندی آزادیه. در این حقوق افراد از آزادی بیان، آزادی اجتماع، مذهب و سایر آزادی‌های اساسی برخوردارن. 40 سالی که برای آزادی مردم مبارزه می‌کنند، جوابشون چی بوده؟ فقط سرکوب. از اصول دیگه حقوق شهروندی برابریه. برابری یعنی چی؟ یعنی اینکه افراد توی جامعه از این نظر در برابر قانون برابرن و از حقوق و آزادی‌های مساوی برخوردارن. قانونی که البته زیر ساختش دموکراسی و مبتنی بر قوانین دموکراتیک باشه، نه قوانین حاکمیت خامنه‌ای. سایر اصول مهم مربوط به حقوق شهروندی میشه گفت عدم تبعیض. هیچ کس نباید بر اساس نژاد، قومیت، مذهب، جنسیت یا هر عامل دیگی مورد تبعیض قرار بگیره، مثل استانهای سیستان و بلوچستان و کردستان و چند استان دیگه که به شدت تحت تبعیض مضاعف هستند، یا اقلیت‌های مذهبی که همین حالا در حکومت خامنه‌ای واقعا به شدت دارن سرکوب میشن. نمونهشو داریم، جمعه خونین زاهدان، جمعه خونین خاش و همکنون سرکوبی که تو این استان هست و روزانه شاهدشیم. مشارکت افراد در همه امور از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توی جامعه، خب یکی دیگه از اصول کلیدی حقوق شهروندیه. از جمله حقوق زنان که متاسفانه مطابق قانون زن ستیزانه این حکومت، زنان در این حکومت جایی ندارن و به شدت در تبعیض مضاعف هستن. شما همین الان در اخبار نامه خانم بلوچی رو تو شبکه‌های اجتماعی گفتین و که یک دانشجوی دختر بلوچ در نامه‌ای به وزارت آموزش و پرورش و عوامل حکومتی در استان نسبت به عدم پذیرش داوطلبان بومی که مربوط به خود حوزه دشتیاری تو این استان هستن، تو آزمون استخدامی با وجود قبولی و نمرات بالا ردشون میکنن و این خانم اعتراض کرد. این خانم بلوچستان به این میگن تبعیض. عدالت و حاکمیت قانون دو اصل مهم دیگه تو حقوق شهروندی به شمار میان. مگه تو حکومت خامنه‌ای، حکومت آخوندی، جای هیچ بحثی نیست جز نه در عدالت بحثی است و نه عدالتی تو کاره و نه حاکمیت قانونی وجود داره؟ خب حالا با این توضیحاتی که دادم، کدوم یک از این اصول منطبق با مطالبات مردمه که بخواد پزشکان این همه وعده و وعیدی که میده قابل انجام شدن باشه؟ ببینین این حرف من نیست که اینشون نمیتونن وعده و وعیداشون و شعاراشون رو پاسخ بدن. حرف رسانه‌های خود حکومتیه که اشراف بیشتری دارن به اینا. میگه چی؟ میگه وعده حقوق شهروندی پزشکیان است باعث تشدید موقعیت خطیر او و دولت خواهد شد. میگه بابا این وعده رو نده، این تو رو به خطر میندازه، دولتت هم به خطر میندازه، چون توانشو نداری که بتونی اجرا کنی. در ادامه میگه وعده احقاق حقوق شهروندی و حرکت در مسیر عدالت عمومی مطالبه عمیق و انباشته شده ای در اقشار مختلف جامعه است. میگه بابا 40 سالی که رو هم تلمبار شده مطالبات مردم عمق پیدا کرده. در ادامهش میگه خصوصا با توجه به شرایطی که در سالهای اخیر کشور باش مواجه بوده. شرایط چیه تو این سالها؟ خب خیلی روشنه، مشکلات اقتصادی. خودش هم میگه اساسا مشکلات اقتصادی ایران امروز داره زمینه سیاسی است.
ببینین تاکید میکنه زمینه سیاسی است که بخش مهمی از آن به همین مسائل حقوق شهروندی و عدالت عمومی بازمیگرده. براتون توضیح دادم موقعی که میگه سیاسی یعنی چی؟ آزادی، یعنی عدالت، برابری، این چیزایی که خامنه ای سرکوب کرده. تا این تو این 40 سال مردم به خاطر این حقوق شهروندیشون رو از بین برده. حالا چجوری پزشکیان میخواد حل کنه؟ خیلی ساده بگم، پزشکیان وعده داده که هرگز قدرت تحققشو تو حکومت آخوندی نداره. یه مهره است، پیچش خامنه‌ایه. تا این پیچ نباشه هیچ چیزی سر جای خودش تثبیت نمیشه. به همین خاطر شعارهای تو خالی. تشکر از شما بابت توضیحات روشنگرانتون. بعد سوال آخر اینه که به نظر شما چه مطالباتی از مردم در اولویت قرار داره؟ با توضیحاتی که دادی امکان آن نیست که با این حکومت حل بشه مردم و به خصوص به مطالباتشون برسن؟ ببینین مطالبات توضیح دادم، مطالبات مردم چندان پیچیده نیست، حرف مشخصیه، تو سراسر جهان هم هست، تو قوانین مدنی اجتماعی هست، توی بیانیه‌های حقوق بشری هست، تو جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شده. چیز اضافه نیست این مطالبات مردم، تو همه کشورها هم هست. اگر پزشکیان دم از حقوق مطالبات مردم میزنه که میخواد حقوق شهروندی رو اجرا کنه، خب بفرما این چند مطالبه، این گوی میدان. اگه ایشون مدعی هستن بفرما حجاب اجباری لغو کنه، همه گشتای سرکوب زنان رو جمع کنه، این یکی از مطالبات مردمه. زندانیهای سیاسی، همچنین زندانیان که به دلایل جرایم دیگه زندانی هستن آزاد کنه. چرا نمیکنه؟ زندانای ایران پر از زندانیه. حکم اعدام رو لغو کنه، حکم شکنجه و مجازات ضد انسانی مثل شلاق و دست بریدن و چش در آوردن رو کنار بذاره. بی دادگاه های ارتجاع تحت عنوان دادگاه های انقلاب رو جمع کنه. روزی نیست که حکم اعدام چند شهروند بلوچ رو صادر نکنن. ما که شاهدیم، داریم اخبار رو میشنویم تو استان سیستان و بلوچستان و جاهای دیگه. خب بیاد اینا رو لغو کنه. چرا نمیکنه؟ مگه حقوق شهروندی اینا نیست؟ حقوق کارگران، زحمتکشان، کارمندان، فرهنگیان، پرستاران، کارگران، بازنشستگان رو با نظر خودشون تامین کنه. مگه الان فریادشون تو خیابانا نشنیده نمیشه که میگن وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه؟ خب اینا همین حقوق شهروندیه. کاهش قیمت مایحتاج و خدمات عمومی مثل نون، آب، برق، گاز، بنزین، دارو، مسکن که بیداد میکنه. اینا همین مشکلاتی که امروز تو استان سیستان بلوچستان واقعا زندگی رو برای مردم تلخ کرده. سختی معیشت کمر مردم رو خم کرده. خب خیلی همین حقوق شهروندی رو میشه حل کرد. خب این شعارها خب داده، خب بفرما حلش کن. خب میشه خیلی ساده بودجه‌هایی که خامنه‌ای تحت بهانه‌های مختلف خاص خرجی میکنه، به این نیروی مزدور میده، به اون نیروی نیابتی میده، خب بیاره بذاره برای این مطالبات و این مشکلات، برای حل این مشکلات واگذار کنه. یک قلم بودجه موجود ستاد موسوم به فرمان اجرایی امام ملعون. میلیاردها دلار خامنه‌ای تو تیول خودش داره، در چنگ خودش داره. خب بفرما این پول بیاد این مطالبات حل کنه. اگه دم از حقوق شهروندی میزنه، اگه وعده وعید میده، که خب خیلی ساده است، این گوی و این میدان بفرما. ولی متاسفانه این شعارها برای انتخابات، موقعی که عمل میشه حرف میزنن سنگ و آب میکنن، ولی موقعی که عمل میشه هیچ. سرابه برات نوشتن بر آبه، بخیه زدن بر آبه، هیچ کدوم معقع از نظر من نخواهد شد. بله درود بر شما. البته این سوال دیگه اینجا پیش میاد، البته این بار دیگه سوال آخرمونه. شما نتیجه گرفتید که با حکومت خامنه ای هیچ کدوم از خواستهای مردم و مطالباتشون محقق نخواهد شد، پس چی کار باید کرد؟ خب خیلی خلاصه از نظر من واضح این که هیچ دیکتاتوری، هیچ حکومت نامشروعی اصلا توان محقق کردن مطالبات مردم نداره، به دلیل انبوه بحرانهایی که باش مواجه. اگر میتونست بکنه خود چرا سرکوب میکنه؟ به همین خاطر بیشتر شعار رو وعده میدن. پس برای گرفتن حق و رسیدن به مطالبات یک راه هست که هم قانونیه، هم مشروعه و هم حق طبیعی هر انسان و هر ایرانی و هر جامعه‌ای، به خصوص جامعه سرکوب شده ایران به طور عام،
و به طور خاص جامعه استان و سیستان و بلوچستان و سایر جوامع محروم، راه رسیدن به خواست اعتراض، راه رسیدن به مطالبات و حقوق شهروندی قیام و خیزش و مبارزه. هیچ راه برون رفتی از بحران ها برای خامنه ای وجود نداره، پس برای مردم هم هیچ راه برون رفتی از این همه مشکلات نیست. و اگه مردم هم قصد دارن که اینطور هست به مطالباتشون برسن، همین که گفتم قیام است و خیزش و انهایه سرنگونی حکومتی که اصلا متعلق به این مردم نیست، حکومتی که حقوق شهروندی توش اعدام و شکنجه و زندان و سرکوبه. خب پس برای این حکومت راهی جز سرنگون کردن تا این حاکمیت ننگین البته نفرتبار نیست. خواسته همه مردم هم همینه. ببینین با اومدن سگ زرد به جای شغال واقعا چیزی تغییر نمیکنه. 14 حاکمیت سیاه آخوندی گواه این حقیقته. پس وظیفه روشنه، وظیفه جوانان انقلابی، وظیفه مردم تحت ستم ایران، وظیفه مردم بلوچستان، جوانای دلیر بلوچ، سرمتاران، واجگان، همشون مشخصه. برای رسیدن به این خواسته ها راهی نیست، تنها یک راه، باید قیام کرد، باید طبق قوانین عمل کرد. قانون روز به ما میگه وقتی حکومت ستمکاره، مشکلات خودش داره با سرکوب حل میکنه، خب ناچارن باید سرنگون بشه. و این وظیفه مردم ایرانه که بی تردید با حضور رزمندگان و آزادی خواهان و دلاورانی که همکنون وجود دارن این محقق خواهد شد. و اون موقع هست از نظر من که حقوق شهروندی به طور صحیح محقق خواهد شد. ولی با این حکومت مطلق چیزی محقق نخواهد شد، فقط فریب و شعار و وعده و وعید میشنویم و بس. این حرف منه. تشکر میکنه از اینکه در این برنامه با ما همراه بودی و تشکر از روشنگریتون. منم تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین که بتونم شمه از این شیادی های حکومت رو توضیح بدم.